دوست خوب من، آیا زندگی شما به نظرتون زیر و رو شده و هیچ چیز سر جای خودش نیست؟ آیا زندگی خودتون را کاملاً درب و داغون می‌بینید و هرچه که بیشتر تلاش می‌کنید تا یک جوری به زندگی خودتون سر و سامانی بدید، باز فرقی نمی‌کنه و انگار اوضاع بدتر و بدتر هم میشه؟ آیا شما امروز در چنین شرایطی هستی؟ آیا کاملاً خسته، کلافه و سردرگم از این هستید که دیگه باید چه کار کنم و چجوری میتونم زندگی زیر و رو شده خودم را نظمی بدم؟ حال سوال اینجاست که آیا میخواهید واقعاً خداوند به شما کمک کنه؟ آیا میخواهید زندگی زیر و رو شده خودتون را به او بدید؟ تا مطابق با خواست الهی خودش و اون طوری که از اول برای زندگیتون منظور داشته درستش کنه؟ عزیزان، کلید برخورداری از آرامش خداوند و زندگی موفق در اراده خاص و الهی او برای هر کدام از ما را خداوند در آیه 10 در مزمور 46 به ما داده. در این قسمت از کلام خداوند می‌خوانیم: از جنگ دست بکشید و بدانید که من خداوند هستم و در سراسر جهان و در بین تمام مردمان متعال می باشم. آمین. عزیزان، ما باید کلام خدا را جدی بگیریم. باید برای برخورداری از آرامش الهی او و قادر شدن به انجام اراده مقدسش برای زندگیمون از خود خداوند دستور بگیریم. همونطور که کلام خدا فرموده، ما باید از جنگ و ستیز با دیگران دست برداریم. منظور خداوند فقط جنگ با توپ و تفنگ با دیگران نیست. دانسته و نادانسته ما بیشتر در فکر و قلبمون با دیگران در ستیزیم و سعی در نابودیشون داریم. جنگی که خداوند اینجا از اون صحبت میکنه، جنگ ما با اون شرایط زندگیمونه که توش گیر کردیم و برامون بغرن شده. در واقع خداوند داره به ما میگه که ما باید از تلاش بیهوده و کشمکش با شرایطی که ما را در خودشون گرفتار کردند دست برداریم. خداوند میخواد ما این حقیقت را به یاد بیاریم که او خدای قادر مطلق، دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضریه که کنترل همه چیز را دقیقاً در دست خودش داره. شاید بگید اگه من دست از تلاش، جنگ و تقلا برای سر و سامان دادن به زندگی زیر و رو شدم بردارم، کارها پیش نمیرند و همه اوضاع و احوالم بدتر هم میشه. دوست خوب من، فرزند عزیز خداوند، لطفاً گوش کن. وقتی خداوند پدر آسمانی و خالق ما ایمانداران به عیسی مسیح به ما میگه دست از جنگ بکشید و بدانید که من خدا هستم، او داره یک دستورالعمل بسیار مهمی را به ما فرزندان خانواده الهی خودش میده. خداوند پدر آسمانی ما داره به ما میگه بیفایده، در خودخواهی، با سماجت، بیرون از اراده خاص من برای زندگیت، با دیگران و شرایط بغرنجت نجنگ و در ستیز نباش. دوست خوب من، وقتی خداوند به ما میگه آرام بگیر، از جنگ دست بکشید و بدانید که من خدا هستم و در سراسر جهان و در بین تمام مردمان متعال میباشم، منظورش این نیست که دست روی دست بگذار و دیگه هیچ اقدامی نکن. لطفاً دقت کنید، وقتی خداوند به ما میگه از جنگ دست بکشید و بدانید که من خداوند هستم و در سراسر جهان و در بین تمام مردمان متعال میباشم، یعنی فرزندم بی خودی خودت را آزار نده، بیقرار نباش، آشفته و نگران نباش و سعی نکن تا زندگی زیر و رو شدت را فقط با حکمت، عقل و شعور و توان محدود انسانی خودت درست کنی.
بله دوست من، وقتی خداوند به ما میگه از جنگ دست بکشید و بدانید که من خداوند هستم و در سراسر جهان و در بین تمام مردمان متعال میباشم، منظورش اینه که به جای اینکه در نگرانی و ترس سراسیمه در تلاش باشی تا یه طوری زندگی زیر و رو شده خودت را درست کنی، باید با اعتماد و ایمان راسخ به من آرام بگیری. باید سعی کنی تا در اون شرایط ناهنجار و زندگی زیر و رو شدت عمل کرد و خواست من را ببینی. و از همه مهمتر سعی کن صدای من را که میخواد باهات صحبت کنه بشنوی. به عبارتی ساده تر، خداوند میگه در تمامی شرایط زندگیت به هر صورتی که هست من باهات هستم و اون شرایط درب و داغونت را در کنترل خودم دارم. آیا میپرسید چطور من میتونم آرام بگیرم؟ آیا می پرسید شرایط زندگی من طوریه که باید هر ثانیه در ستیز و تلاش باشم، پس چطور می تونم آرام بگیرم؟ عزیزان، جواب این سوالات را خداوند پدر آسمانی مهربانمون به ما داده. جواب اینه که با من وقت بگذران، با من صحبت کن و به من فرصت بده تا با شما هم صحبت کنم. و این دفعه واقعاً از جان و دل به من گوش کن. دوست من، جواب خداوند اینه که بیا و از این لحظه به بعد اجازه بده تا من در زندگی تو کار کنم و تو هم از خواست من پیروی کن. عزیزان، بعد از اینکه با خداوند به طور منضبط وقت گذروندیم، باید کلام او را با دقت مطالعه کنیم. باید با دل و جان مشتاق خواندن کلام خداوند باشیم و از روح القدس بخواهیم تا در درک صحیح از قسمت‌هایی که مطالعه می‌کنیم به ما کمک کنه. مطالعه منظم و دقیق کلام خداوند دیدگاه او را نسبت به تمامی شرایط زندگی ما به ما نشون میده. دوست خوب من، آیا مایلی تا از جنگ و تلاش برای رسیدن به خواسته های خود دست بکشی و در عوض در حضور خداوند آرام بگیری؟ عاقلانه است که ما تمامی زندگیمون را با هر شرایطی که در اون هستیم فقط به خداوند تقدیم کنیم. در این صورت که ما به خدا اجازه عمل کرد دادیم و اون میتونه توی زندگی ما خدایی کنه. فقط خداوند میتونه تمامی جوانب زندگی زیر و رو شده ما را ترمیم کنه و مطابق با خواست الهی خودش دوباره بسازه. خداوند میتونه کاری را در زندگی ما انجام بده که من و شما هرگز با ستیز هامون، تلاش هامون و با درک و شعور محدود انسانی خودمون هرگز قادر به انجامشون نیستیم. بیایید با هم با خداوند صحبت کنیم. عیسی مسیح، از تو ممنونم که همیشه با من هستی و هرگز مرا تنها نمیگذاری. از تو ممنونم که مشتاق کمک به من هستی. از تو ممنونم که با من صحبت می‌کنی. عیسی مسیح، من تمام جوانب زندگیم را کاملاً به تو تسلیم می‌کنم. در زندگی من مطابق با خواست الهی خودت عمل کن و نام خودت را جلال بده. عیسی مسیح، من تنها امیدم در زندگی به توست، چرا که به هدایت، حکمت، توان و محبت تو برایم ایمان دارم. آمین.